دوستا در بخش اول برنامه از شما خواسته بودیم تا در مورد ادعای پاکستان در ارتباط با موجودیت پناهگاه داعش دهشت در افغانستان مسدود بودن سرحداتی کشور به همین دلیل نظریات خود در فیسبوک با ما شریک بسازین همکارم نظریات شما را مرور کرده و اکنون در استودیو با ما حسن جیلا سلام بر شما در این مورد چی تبصره ها شده و کدام موضوعات دیگه بیشتر در هفته در رسانه اجتماعی درشتر انعکاس سیار جان سلام خدمت شما و بیننده عزیز بخصوص دوستایی که مکرون برنامه رو زنده از فیسبوک تماشا میکنین برخی از بیننده ما در مورد موضوعی که شما پرسیدید نظرات مختلف را داشتن از جمله حنیف شکارچی نوشته کرده که پاکستان سالهاست که فقط توریست تربیه میکنه و آنها را به کشورهای همسایه به خصوص افغانستان میفرستد اید آی پاکستان کاملا نادرست است بیندی دیگه ما بنام محمد نصیر رحمدی نوشته کده که دهشت افغانان به طور مجهز توسط زورمندان به افغانستان منتقل میابند بستر سرحد با پاکستان به مردم عام ضرر میرسند نه به دهشت افغانان و تشکر از زیارت سایر دوستان که در فیسبوک با ما در میان گذاشتین اما در میان سایر موضوعات مورد بحث در سال اجتماعی دهی هفته گزارش صدای آمریکا در مورد کمیسیون بررسی حمله به شفخانه سردار داوود و دستگیری 24 نفر در ارتباط به این حمله اخیرا در که شفخانه صورت گرفت که حدود 50 نفر کشته شدند در وبسایت صدای آمریکا در صفحات فیسبوک صدای آمریکا پر بود و های زیاد به خصوص انتقاد از سهلنگاری برخی از کارمندان امنیتی شفخانه در برداشت اکسا و پیام های مختلف در مورد اجلاس سالانه سازمان ملل بر زنا در صفحات اجتماعی دیده می شد. در اجلاس دلبر نظری وزیر امور زنا در بخش توانمندسازی زنای افغان در منطق شهری عمل صحبت کرد و اکسای از این شهر ارتباط با زندگی زنای افغان در تویتر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل پست شده. در میان موضوعات مورد بحث در امریکا در سر اجتماعی فرمان جدید از جمهور در ارتباط با محدودیت سفر به شش کشور مسلمان باعث واکنش های گسترده در صفحات اجتماعی شده و در میان بحث های ویزه اسایوی بر افغان ها نیز در صفحات فیسبوک باعث واکنش های تازه شده نایکی برند لباس های ورزشی چادر های نایکی را برای بانوان مسلمان عرضه کرده که با استقبال بانوان مسلمان قرار گرفته اما برخی هم از تولید هجاب اسلامی ورزشی انتقاد کردند سیرجان